تاجران دنیای سود و سرمایه، تاجران دنیای سود و سرمایه خیال می کنند اگر در برابر نقض حقوق بشر، اگر در برابر اقدام به ترور، اگر در برابر طراحی و اقدام به قتل عام و کشتار جمعی در خاک اروپا سکوت کنند و بر آن چشم فرو ببندند، چیزی به دست خواهند آورد. تاجران دنیای سود و سرمایه خیال می کنند اگر دستگاه قضایی و عدالت را به سخره بگیرند و یک تروریست حرفه‌ای و یک مأمور به کشتار از طرف رژیم ایران را رها کنند، چیزی به دست خواهند آورد. مگر نمی بینند و مگر نمی دانند که مماشات با رژیم آدم کش ولایت فقیه چه بر روز مردم ایران و کشورهای خاورمیانه آورده است؟ مگر رنج مردم ایران را نمی بینند؟ مگر آتش افروزی آخوندها در سوریه و لبنان، در یمن و عراق را ندیده و نمی بینند؟ مگر نمی بینید که هر لحظه مماشات و هر تمایل به سازش در شما رژیم ولایت فقیه را در فعالیت‌های موشکی و پهپادیش جریتر و گستاختر می کند؟ مگر نمی بینید که دم زدن از مذاکره و امتیاز دادن به رویاهای اتمی رژیم ولایت فقیه سوخت می رساند؟ مگر همین اروپا تجربه جنگ جهانی دوم که محصول مماشات با فاشیسم هیتلری بود را از یاد برده است؟ وقتی از وزیر خارجه بلژیک پرسیدند که آیا می توانید اسدالله اسدی را برگردانید، پاسخ داد بستر قانونی آن را نداریم. تا سرانجام در 20 اسفند گذشته توافقی صورت گرفت بین رژیم ایران، دولت بلژیک و دو کشور دیگر. پای کشورهای دیگر را هم وسط کشیدند تا نشان دهند این توافق فقط با رژیم ایران نیست. ظاهر امر هم این بود که می‌خواهند محکوم شدگان در دستگاه‌های قضایی یکدیگر را که تابعیت کشور دیگر را دارند به همان جا برگردانند تا دوران محکومیت خود را در آنجا سپری کنند. چنین توافقی تنها در حالی می تواند قابل دفاع و قابل فهم باشد که دو طرف دارای نظام حقوقی یکسان و ارزش‌های بالنسبه مشترک باشند. یعنی آنچه در بلژیک و در خاک اروپا جرم است، در ایران تحت اشغال ولی فقیه هم جرم محسوب بشود. آیا مقاماتی که از طرف بلژیک این توافق را با رژیم ایران امضا کردند بر این باورند که بلژیک و رژیم ایران دارای نظام حقوقی مشابه و ارزش‌های مشترک هستند؟ تا کنون چند بار رژیم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشر محکوم شده است؟ آیا شما از پرونده قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در تابستان سال 68 خبر ندارید؟ آیا شما خبر ندارید که یکی از دستاندرکاران قتل عام در سوئد محاکمه شده است؟ آیا شما خبر ندارید که رئیس جمهور رژیم ایران یک قاتل حرفه‌ای و در طول دوران خدمتش به رژیم کاری جز زندان کردن و اعدام افراد انجام نداده است؟ اگر اسدالله اسدی و همدستانش موفق می شدند در تیر ماه 1397
تجمع ایرانیان و حامیان بین المللی مقاومت ایران را هدف قرار دهند و در خاک اروپا حمام خون به راه بیندازند، آیا رژیم ایران جشن نمی گرفت؟ اگر این تروریست ها دستگیر نمی شدند و به تهران برمی گشتند، آیا آخوندها و پاسداران مانند قهرمانان از آنها استقبال نمی کردند؟ آیا شمایی که با رژیم ایران دست به معامله می زنید همینطور به عملیات تروریستی پاریس نگاه می کنید؟ یا آن را محکوم می کنید؟ آیا از این بیم ندارید که وقتی یک تروریست اعزامی به سلامت به مرکز فرماندهیش تحویل داده می شود، باید منتظر اعزام تروریست های بیشتری به خاک اروپا باشید؟ آنچه در 20 اسفند گذشته بین رژیم ایران و دولت بلژیک امضا شد، از برابر دیدگان رسانه‌ها دور نگه داشتند که مبادا جنجال شود، مبادا اعتراض شود و تعزیه به هم بخورد و به یک باره چند روز پیش آن را در بلژیک تا فوری تصویب کند. همه چیز حکایت از آن دارد که در پشت صحنه زد و بندی در جریان است. همه چیز حکایت از آن دارد که در پشت صحنه زد و بندی در جریان است. دولت بلژیک می خواهد اسدالله اسدی را تحویل ولی فقیه بدهد و لابد او هم به اینها نفت یا چیز دیگری می دهد. اما یک چیز را حتما تصور نمی کردند و آن هم فوران وجدانهای بیدار از میان شهروندان و پارلمانترها و شخصیتها در اروپا بود. باز هم معلوم شد تا آنجایی که به مردم اروپا برمی گردد، تا آنجایی که به وجدانهای بیدار و کسانی که درک کردند منافع واقعیشان در سازش ناپذیری با تروریسم و بنیادگرایی است برمی گردد، آنها در طرف مردم و مقاومت ایران قرار دارند. رژیم خیال می کند به گفته خودش با یک طرح پیچیده چند وجهی، یعنی با توافقات پنهانی و امدادهای غیبی و بهره برداری از آخرین رمقهای سیاست ممانعت